همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم. آقای مدرس، گمانه ها از احتمال حمله آمریکا به مواضع ایران و نحوه و چگونگی اون بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی توسط نیابتی های ایران همچنان در صدر خبرها است. گفته میشه که طرح حمله به مواضع نیابتی ها در پنتاگون آماده شده. برآورد شما از این طرح چیست؟ وزیر دفاع آمریکا گفته این طرح چند لایه هست. وقتتون بخیر خانم شیرازی. در پاسخ به حملات متعددی که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انجام دادن از 7 اکتبر تا به امروز که اینها بالغ بر 180 حمله است علیه مواضع آمریکایی، در نهایت به نقطه رسیدن که جان 3 سرباز آمریکایی رو گرفتن، خط قرمزی رد شد که سبب ایجاد فشار سیاسی میشه. این فشار سیاسی باعث ایجاد یک پروسه‌ای میشه در دستگاه دولتی و دستگاه اجرایی ایالات متحده تحت عنوان proportionate response، به این معنی که مجبور میشه فردی که قوه مجریه رو به دست داره یک پاسخ درخوری رو ایجاد کنه، و در عدم وجود این پاسخ درخور یک سری فرایندهای مشروعیت زدایی آغاز میشه اگه نخواد پاسخ بده. پاسخی که ایالات متحده میتونه بده به جمهوری اسلامی دو تا سناریو مطرح بود: این که بخواد به صورت گسترده بیاد مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده، یا اینکه به صورت محدود بخواد بیاد اهدافی رو در داخل جمهوری اسلامی، اهدافی رو در سرزمین ایران بخواد بیاد مورد هدف قرار بده. با توجه به وضعیت فعلی که در ایالات متحده وجود داره، و این وضعیت فعلی از 3 تا عنصر داره نشأت میگیره: یک، خود آقای بایدن که به شدت ضعیف عمل کرد در برابر جمهوری اسلامی، مماشات منفعلانه ای داشت که وضعیت منطقه رو به اینجایی که الان هستیم رسوند. نتیجه کار آقای بایدن هست، حتی نمیتونیم بگیم نتیجه کار دموکرات ها، به خاطر اینکه آقای اوباما هم دموکرات بودن و چنین سیاست ورزی رو نداشتن. مسئله دومی که پیش میاد در ایالات متحده بحث وزیر دفاع هست. در پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده الان یک بی‌ثباتی و یک بی‌نظمی وجود داره به خاطر وضعیت سلامت آقای لوید آستن. پیش از این هم افرادی از وزارت دفاع به مشریه‌های مختلف به صورت آف رکورد این مسئله رو بیان کرده بودن که حتی معاونین ایشون هم نارضایتی دارن. و در نهایت مسئله سومی که پیش میاد اینه که ایالات متحده در پی این نیست که بخواد افزایش بده میزان درگیری‌ها در خاورمیانه رو. ببینید، بحث این نیست که آیا کسی جنگ افروز باشه، وارمانگر باشه یا نباشه. بنده جنگ افروز نیستم، اما اگه ایالات متحده بخواد فقط بسنده کنه به این که بیاد یک سری مواضع جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه مثل اون چه که پیش از این انجام داده دوباره مورد هدف قرار بده، این به این معنی خواهد که اون بازدارندگی استراتژیکی که در پیش هست که در مقابل جمهوری اسلامی بخواد به دست بیاره رو هرگز به دست نخواهد آورد. آقای مدرس، به نکته جالبی اشاره کردین، پاسخ درخور. سناتورهای آمریکایی هم از بایدن خواستن که تحریم‌های نفتی ایران رو تشدید کنه. آیا این درخواست اساساً با پاسخ مثبت بایدن روبرو میشه، یا کاخ سفید همونطور که شما هم گفتید همچنان بر سیاست مماشات با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد؟ مسئله‌ای که ایجاد میکنه برگردوندن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دو تا بُعد داره که کاخ سفید به شدت از اون دو تا بُعد هراسانه. یکی این که این تحریم های نفتی باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد و یک شوک به بازار انرژی وارد خواهد کرد، چون به هر حال هنوز که هنوزه با تمام تحریم ها جمهوری اسلامی داره چیزی در حدود روزی 1.8 میلیون بشکه نفت میفروشه و زیر قیمت داره میفروشه و یک نوع توازن در بازار ایجاد کرده. باید دید آیا میتونن اون رو جایگزین کنن، آیا به عنوان مثال میشه از ونزوئلا استفاده کرد، آیا عربستان سعودی میتونه میزان صادراتش رو افزایش بده برای اینکه این تعادل برقرار شه یا نه. یکی ترس از شوکی هست که در بازار انرژی میتونه به وجود بیاد. یک بحث دیگری که مطرحه اینه که این تحریم ها سبب افزایش قیمت نفت میشه. در شرایط فعلی روسیه که برای تامین جنگش داره از فروش نفت استفاده میکنه، میتونه خیلی راحت تر این جنگ رو پیش ببره با چنین مسئله، و این چیزی که ایالات متحده نمیخواد. برای همین تحریم ها شمشیر دولبه‌ایه که میتونه گریبان خود ایالات متحده و غرب رو هم بگیره اگر که درست اجرا نشن. با وضعیت فعلی و مماشاتی که آقای بایدن تا این لحظه با جمهوری اسلامی داشته، من واقعا وعید میدونم توانایی این رو داشته باشه که بتونه تحریم ها رو حتی برگرد.
آقای مدرس، فکر میکنید که مواضع فعلی کاخ سفید در قبال تهران چقدر افکار عمومی آمریکا رو اقناع میکنه و پاسخگوی منتقدان دولت بایدن هست؟ اگر کوتاه لطف بفرمایید. اصلا و ابدا توانه این رو نداره که بتونه افکار عمومی در آمریکا رو اقناع بکنه، اونها رو راضی نگه داره. اصلا چنین مسئله وجود نداره. آقای بایدن، تکرار میکنم، حتی به عنوان یک دموکرات هم ضعیف عمل کردن و مماشات منفعلانه که ایشون داشتن، اون کیان ملی ایالات متحده رو حتی داره زیر سوال میبره. یعنی آقای بایدن اگه نخواد پاسخ درخوری بده به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی، خود مشروعیت آقای بایدن هست که دیگه از اونجا داره زیر سوال میره. اصلا دیگه بحث انتخابات و در آستانه انتخابات بودن مطرح نخواهد بود، مشروعیت سیاسی ایشون زیر سوال خواهد رفت. سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم با ما.